دقت کنید بعضی از نکات در ورد یاد گرفتنش خیلی مهمه. اولین نکته که تذکر میدم در مورد چیه؟ فرمت پینتره. بعضی موقع شما میخواید مثلا کاراتون رو فرمت خاصی بدید، مثلا من میخوام ارزم حضور تیترامو اینجا چیکار کنم؟ فرمت بدم. کافیه اینو انتخاب کنم، بیام بولدش کنم، رنگشون رو مثلا میخوام تیترام آبی باشه آبی کنم، بعد از اندازمو ارزم حضور شما که 24 کنم، یه کوچیکتر حالا بشه. بعد از اینکه این فرمت رو دادم، کافیه فرمت پینتر اگه یه بار میخوام مصرف کنم، یه بار دو بار، من دو بار انجام میدم، میام رو هر جمله ای که میخوام اون فرمت رو بگیره چیکار میکنم؟ کلیک میکنم، اون جمله من تو اون ساختار تو اون قالب میره. البته میبینید که معادله های ریاضی از این مستثنا میشن دیگه، رنگیناشون تنظیماتشون با کار خودشونه. خیلی راحت هر وقتم خواستم از این حالت در بیارم، کافیه دکمه اسکیپ یا یه بار دیگه روش کلیک کنم، اسکیپ رو بزنم خارج میشه از این حالت دیگه. کرسر من ببینید خیلی راحت همه رو یکسان کرد. گزینه بعدی که بهتون توصیه میکنم، شما ببینید الان مثلا من معلم ریاضی هم، همش میخوام بنویسم کدام یک یا معادله زیر رو حل کنید. خب برای اینکه 10 بار اینا ننویسم، کافیه یک بار بنویسم کدام یک از ضوابط زیر مثلا، بعد بیام قسمت insert، یه قسمت داره quick part، این quick part رو چکار میکنید؟ بغلش میزنید. یه قسمت داره save selection، یعنی اینی که انتخاب کردم save selection، میتونم اول خودش رو نگه دارم کدام یک، یا میتونم بهش یه اسه هرچی میتونم بنویسم. مثلا مینویسم ارزم به حضور شما که کدام، کافیه بنویسم کدام، اوکی تموم شد رفت. حالا به چه دردم میخوره؟ حالا پایین میخوام اون جمله رو دوباره بنویسم، کافیه چیکار کنم؟ بیام اینجا بنویسم کدام افسه رو بزنم. میبینید همون جمله رو اینا نوشت. یا اینکه میتونم از هم حضور شما که یه روش دیگه، برم از اینجا و از بیلدین بلاک خودم چیکار کنم؟ تنظیم کردم انتخاب کنم و اینسرت کنم. یعنی بیام اینجا کدامو، اونی که اینجا هست کدام اسم دادیم، پیدا کنیم اینجا یکی که بین اینها و از اینجا اینا کدام و اینسرت بزنم. خواستم اصلا میتونم چیکار کنم؟ ادیت، ویرایشش کنم، تنظیماتشو گزینه‌هاشو چیزای مختلفی که هستش، یا دیلیت کنم اصلا کلا حذفش کنم. اینا هم اینجا هستن دیگه. حتی اینا رو به صورت نام مرتب میشه گالری. آهان گالری خوب شد. شما حتی تو این گالری که دارید عکس مکسیا ببینید. برای چی میگم این قسمت خوبه؟ شما میتونید ارزم از شما که برید قسمت کاور پیج، اونجا هم سیف سلکشن دارید، یعنی یک جلدی رو بزنید اون جلد رو تغییر بدید، اگر میخواهید بعدن استفاده کنید بیایید باز توی سیف سلکشن چیکار کنید؟ ذخیرش کنید، یه تغییراتی توش بدید، کارهای مختلفی رو انجام بدید، فرمتش رو عوض کنید، رنگش رو عوض کنید، این شکلی که دارید چینج پیکچر مثلا، عکسش رو عوض کنید، لینکش رو عوض کنید، حالا هرچی که هستش. بعد برید دوباره قسمت کاور پیج و سیف سلکشن، میبره کجا؟ دوباره تو کویک پارت چیکار میکنه؟ اضافه میکنه و از اونجا میتونید اون جلد رو بیایید از اینجا دوباره قسمت گت مور چیکار کنید؟ اون جلدی که به اون اسم اضافه کردید که هر وقت لازم داشتید اون تغییرات و اون عکسای خاص اون گزینه‌های خاص رو چیکار کنید؟ استفاده کنید. بس کویک پارت فرمت پینتر، گفتم بعضی از گزینه‌ها خیلی جاها به دردمون میخورن. خب یا استایل ها خیلی مهمه. شما میتونید بیایید گفتم اینجا چیکار کنید؟ برای خودتون نیو استایل، سیو از کویک استایل، برای خودتون یه استایلی رو چیکار کنید؟ به اسم خودتون ذخیره کنید که اون استایل رو اینجا هم دارید، سیو سلکشن از کویک استایل، ببینید به اسم ظهیری اضافه کنید، مودیفای تغییرش بدید، مثلا فونتش و اندازش و هر چی که هستش، هر وقت استایلی رو لازم داشتید برید چیکار کنید؟ از اینجا یا گالری چیکار کنید؟ استفاده کنید و تنظیم کنید. گزینه‌های مختلف آخرشون نگاه کنید، اکثریتشون برای خودشون چیکار دارن؟
یه سری تنظیماتی دارن که میتونید سیوش کنید، سیو سلکشن از تیبل، حتی برای جدول سیو سلکشن تو کویک تیبل گالری، قسمت تیبل گالریه. حالا تیبل گالری رو اینجا میاد چیکار میکنید؟ قسمت گت مور، مثلا میخوام من رفتم به آفیس واسه شدم اینجا بیلدینگ بعد نصب میشدم بیلدینگ، شما از قسمت برای کاور پیج اکویشن ریاضی هم حتی دارید، از قسمت فوتر هدر دارید، حتی هدر فوتر هم دارید، قسمت تیبل باید بیا چیکار کنید؟ تکست تیبل، از قسمت تیبل اون جدولی که انتخاب کردید اینسرت میکنید، خودتون ویرایش کردید و سیوش کردید. الان میتونی اینو تغییر بدی، دوباره بری قسمت اینسرت تیبل و برای خودت چیکار کنی؟ از این قسمت کویک تیبل سیوش کنی توی اون گالری به اسم خاصت، کالج دو مثلا تو اونجا ذخیره میشه. بس اینا مهمه که کارهایی که خیلی باهاش سر کار دارید آخرشون نگاه کنید و هدر اند فوتر هم حتی میتونید برای خودتون سیو کنید. من الان هدر اند فوتری قرار بدم، بیام تغییرش بدم، عکس خاصی جاش عوض کنم، نمیدونم تیتر خاصی خوشم اومد، بعد میتونم دوباره قسمت هدر اند فوتر بیام چیکار کنم؟ ریموو، یا برش دارم یا سیف سلکشن. من الان هیچ تغییر ندادم، سیف سلکشن فعال نیست، باید یه سری تغییراتی رو بدید، یه عکسی چیزی اضافه کنید تا این قسمت سیف سلکشنتون چیکار کنه؟ فعال بشه. اینم از گزینه های کویچ پارتی که لازم دونستم که دوباره هم به صورت مرور بود چیه گفته باشم و انجام داده باشین. یکی از گزینه‌های بسیار مهمی که خیلی به دردتون می‌خوره شیفت F5. ببین الان من اینجا قرار دارم، اینو چیکار می‌کنم؟ قرمزش می‌کنم این لاینو، میرم جای دیگه اینجا این شکل مثلا قرار می‌گیرم اینجا. حالا می‌خوام برگردم همون جایی که بودم، شیفت F5 می‌بینید منو برمیگردونه همون جایی که بودم، آخرین تغییری که دادم شیفت F5 می‌بره کرسرمو جایی که آخرین تغییر دادم. حالا خود مثلا برنامه ورد، یه برنامه‌ای رو باز می‌کنم، مثلا من الان تکمیل مهارت رو باز می‌کنم، تکمیل مهارت. خب من با زدن شیفت F5 ببینید اومد جایی که قبل از این من کلیک کرده بودم، بودم تو این یکی برنامه، من تو این برنامه بودم، تو اینجا اومدم، ولی وقتی شیفت F5 رو زدم چیکار کرد؟ منو برد آخرین جایی که کلیک کرده بودم و مونده بودم. بعضی موقع شما یه سری خطای سریع رو میخواید بکشید که دیگه نمیخواد از اینجا برید اینسرت و شیپینا یا هوریزونتال لاینا، کافیه مثلا برای خط معمولی سه تا منهایی که بزنید اینتر بزنید خودش یه خط میکشه، میبینید؟ هر وقت هم خواستید از این حالت در بیارید دوست ندارید آندو، خودش چیکار میکنه؟ همون سه تا خطی که کشیدید رو قرار میده. یا مثلا اگه مساوی بذارید اینتر برید به حالت دو خطه در میاره، یا اگر ارزم به حضور شما که به صورت این علامت روی عدد 3 هست قرار بدید نامتوازن اینتر بزنید به سه حالت، به این حالت سه خطه در میاره، یا علامت کرسر رو شیفت بگیرید یعنی منها سه بار بزنید، سه بار میزنید بعد اینتر، خلاصه خطهای مختلفی رو میتونید به صورت یا ستاره مثلا من اینجا میخوام چیکار کنم یه علامت خاصی قرار بدم، کافیه شیفت بگیرم علامت ستاره اینتر به این حالت نقطه چین قرار میده. نه میانبر، بعضی میانبرها بعد نیستن اشکه آدم چیه یاد بگیره.